چون دیگر مردم تابستان را در ایلاق و زمستان را در قشلاق به سر می بردند. و عبدالعلی مزاری نیز چون دیگر اطفال در مالداری و زراعت به خانواده خیش کمک می کرد. و در کنار این دروس ابتدایی را در ایام زمستان در مدرسه نانوایی و ادامه تعلیمات دینی را در مدرسه چارکنت فرا گرفت. از جمله شهید اسماعیل بلخی آشنا شد و بلخی عبدالعلی را به ادامه تحصیل تشویق نمود. عبدالعلی در سال 1348 هجری شمسی به خدمت عسکری را و دوران عسکری را در کابل، گردیز و خوست سپری نمود. وی در این زمان درسش را نیز از یک مولوی سنی مذهب افغان فرا گرفت که دوران عسکری برای عبدالعلی بسیار آموزنده بود و او را با تبعیض، فساد و محرومیت دولت حاکم بالای ملت مظلوم هزاره آشنا ساخت. عبدالعلی پس از پایان دوره سربازی برای ادامه تحصیل در سال 1350 هجری شمسی به ایران سفر نمود و این قم را به عنوان محل ادامه تحصیلش انتخاب کرد و این اوضاع مزاری را بیشتر به افکار سیاسی علاقه‌مند ساخت. مزاری در ایران با رهبران سیاسی از جمله آیات الله خمینی از نزدیک دیدار کرد و بالاخره در سال 1355 هجری شمسی تحصیلش را به پایان رساند و در همین سال به خاطر فعالیت های گسترده سیاسی توسط ساواک دستگیر و بعد از چندین ماه شکنجه از ایران اخراج شد. مزاری در پاییز سال 1355 هجری شمسی دوباره به ایران سفر کرد و چون از طرف دولت ایران تحت تعقیب و ممنوع العروج بود مجبوراً با نام بدل و مخفیانه وارد ایران شد و برای جلوگیری از بازداشت دوباره ساواک جای ثابت نداشت و همیشه در حال سفر به کشورهای عراق، سوریه، ترکیه و این پاکستان بود. اما در سال 1357 هجری شمسی اتفاق مهم در منطقه رخ داد. رهبر شهید در سال 1360 هجری شمسی به خاطر اکمال و تدارکات جبهات مجبور به ترک کشور شد و در سال 1365 هجری شمسی دوباره به کشور برگشت و تقریبا از تمام جبهات هزاره دیدن کرد. در سال 1368 هجری شمسی با امضای وحدت میثاق حزب وحدت تشکیل شد. رهبر شهید بخاطر معرفی و استحکام حزب در همین سال به ایران و پاکستان سفر کرد و با استقبال گرم و پرشور مردم هزاره مقیم این دو کشور قرار گرفت و تنها مخالف تشکیل حزب وحدت شیخ آصف محسنی قندهاری بود و این سفر تقریبا تا سال 1370 هجری شمسی دوام کرد. رهبر شهید در همین سال عزم بازگشت به وطن کرد و از طریق ولایت فراه وارد خاک افغانستان شد که در همین ولایت مورد حمله دشمن قرار گرفت و مدتی از سرنوشت ایشان خبری در دست نبود که وی در این مدت نزد یکی از علمای پشتون به نام محمد علی فراهی که دوست دوران عسکری رهبر شهید نیز بود در فراه فراهنده شد تا زمینه سفر بامیان فراهم شود. شورای حزب وحدت در سال 1370 هجری شمسی رهبر شهید را به عنوان دبیر کل شورای مرکزی حزب وحدت انتخاب کرد.
در زمستان سال 1370 هجری شمسی سه قوم تاجک، هزاره و ازبک در کابل با حزب وحدت تماس گرفت و رهبر شهید به خاطر حمایت از قیام آنان هیئتی را به طالقان و پنشیر نزد احمدشاه مسعود فرستاد. سرانجام به دنبال این همکاری ها و هماهنگی های حزب وحدت، شورای نزار و نیروهای ازبک و ترکمن بر ضد دولت قیام نمود که این قیام از صفحات شمال آغاز شد و با سقوط دولت رهبر شهید از طریق مزار شریف وارد کابل شد و دست به مقاومت پرشکوه و تاریخی زد که این مقاومت در تاریخ هزاره به تعبیر مقاومت غرب کابل یاد شده است و با جابجایی مجاهدین در کابل شورای نزار برخلاف وعده در صدد حزب متحدین دیروز شد. شورای نزار که بدون نیروهای هزاره، ازبک و ترکمن توانایی اداره کشور را نداشت، دولت ربانی روی کار آمد و رهبر شهید همچنان مقاومت در غرب کابل را بر عهده گرفت و این مقاومت تقریبا 3 سال به درازا کشید و رهبر شهید در مقابل حملات زمینی و هوایی دولت ربانی مقاومت تاریخی نمود. چون دولت ربانی نتوانست از طریق حملات مقاومت را بشکند، دست به ویران کردن حزب از درون زد که منجر به جنگ 23 سنبله سال 1373 شد و همچنان این عملیات برای دولت ربانی ناموفق تمام شد. در اواخر سال 1373 هجری شمسی جنبش نوظهور طالبان با نزدیکی کابل پیشروی نمود که رهبر شهید خواست با فرستادن زبردستن نیروهای از جلوی طالبان را در غزنی بگیرد که موفق شد مواضع طالبان در اطراف شهر غزنی را تصرف کند. اما به دلیل عدم همکاری نیروهای محلی نتوانستند جبهه مؤثر بر ضد طالبان در غزنی فعال سازد و با شکست جبهه غزنی رهبر شهید که چند پیش مذاکرات با طالبان را آغاز کرده بود جدیتر دنبال کند. در این زمان تلاش نمود تا با توافقات با دولت ربانی نیز دست یابد که با کنار رفتن حزب اسلامی طالبان در 4 آسیاب کابل مستقر شد و غرب کابل در محاصره کامل قرار گرفت. رهبر شهید در تلاش بود تا با یکی از طرفین به توافق برسد و تلاش ها برای دفاع مشترک در مقابل طالبان نتیجه نداد و در آخرین روزهای مقاومت غرب کابل نیروهای دولتی حملات گسترده ای را از زمین و هوا بالای مناطق مختلف غرب کابل آغاز کرد و حزب وحدت تمام راه‌های اکمالاتی خود را از دست داد. از سوی حزب اسلامی کاملا از خطوط اول عقب نشینی کرد و نیروهای جنبیش نیز کارایی سابق خود را نداشت. سرانجام با وجود تلاش های مداوم سیاسی و مقاومت بی‌نظیر غرب کابل شکست خورد و رهبر شهید در 22 حدود سال 1373 هجری شمسی به دست طالبان افتاد و هزاره ها در پایان 100 سال بزرگترین رهبر تاریخ معاصر خود را از دست داد. اما مزاری از غزنه تا کابل، بامیان، بلخ و کوههای سر به فلک کشیده هزارستان با تن پاره پاره و چهره سرخ زمستان مردمش را خونین کرد تا عدالت خواهی را به دروازه هر خانه قومش ببرد و با خون سرخش عدالت را با گستردگی به مردم وطنش یاد داد. سرانجام در آغاز بهار سال 1374 هجری شمسی لاله های سرخ ترکستان مزارعش را به آغوش کشید. تشکر استاد جان. و حالا از شما حضوران گرامی خواهانم
که به خاطر سرود مهربان بابا از جاتان برخیزید. تشکر. صحبت کوتاه دارم در چند محور و امیدوار هستم که این صحبت ها بتونه در راستای او هدفی که این محفل برگزار شده کمک بکنه. اما قسمی که بسیاری از شما آگاهی دارید، استاد مزاری شهید خصیصه هایی داشت که او خصیصه ها و او میراث فکری و رفتاری و اخلاقی باعث شده ما همچنان دل و اندیشه در گروه اخلاق و میراث فکری او ببندیم و تلاش کنیم که او را زنده نگه داریم. از نظر ما دو تا محور مهم وجود داره که ما همچنان در تلاش هستیم مسیر او را ادامه بدیم. یکی محور اخلاق و رفتار او به لحاظ اجتماعی و سیاسی و دیگر محور فکر و اندیشه استاد مزاری. خب شما میفهمین که مهمترین شعار استاد مزاری شهید از لحاظ سیاسی و اجتماعی عدالت اجتماعی بود. او از همان ابتدایی که شروع کرد به مبارزات سیاسی در صدد ازی بود که چگونه تبعیض‌ها را به اشکال مختلفی که در این کشور وجود داشت بردارد تا زمینه برای رشد و بالندگی و سهمگیری تمام اقشار اجتماعی جدا از این که به کدام قوم و مذهب تعلق داره فراهم شود و کوشید که دیگران را هم با این فکر خود هم نوا بسازد. اولا در مجامع کوچک، اجتماعات کوچک هسته های را به وجود آورد و بعد تلاش کرد که هسته ها را بزرگتر بکنه، گسترده تر بکنه و عمیق تر بکنه و کسایی را که مخالف این و طرز تفکر و اندیشه بود اونا را به چالش بکشن و قناعت بده که این اندیشه به ضرر هیچ کس نیست، در نهایت باعث سعادت و خوشبختی تمام ملت و تمام جامعه میشن. گروه سرود وصف بابت تقدیم میدارد. از بس که دل مزخمی بود تکاری میده میده و جو جو برد بابا، میده میده و جو جو برد بابا. سلام و رکسی آلک نموتد، رئیس و عادل و ملک نموتد، رئیس و عادل و ملک نموتد. اگر خاری که چه دعا دلگی مرشد
تشکر. صدای نام تو یعنی هزار منفور است، صدای بلبل باغ از نفیر باشه منفور است، صدای بلبل باغ از نفیر باشه منفور است. در آن شبان که کلاغان لاشخور کند پرواز، صدای کمری و هدهود باغچه منفور است. چگونه می شود اینجا نفس کشد وقتی صدای توپ و تفنگ است؟ آه ناله منفور است، صدای توپ و تفنگ است، آه ناله منفور است. گزاره های صلح و سلام ترا کنن مسدود، گزاره های صلح و سلام ترا کنن مسدود. شوان صدا بر راه یعنی هزار منفور است، شوان صدا بر راه یعنی هزار منفور است. چگونه زنده بمانم و پرکشم بابا، چگونه زنده بمانم و پرکشم بابا. نشان زره و چاره بگو هرچه چاره منفور است، نشان زره و چاره بگو هرچه چاره منفور است. تمام دشت و بیابان پر از زلاله و یاس، تمام دشت و بیابان پر از زلاله و یاس. ولی این چمن و باغ زی از سلاله منفور است، ولی این چمن و باغ زی از سلاله منفور است. نمی شود اینجا گذاره کرد بیراحت، نمی شود اینجا گذاره کرد بیراحت. ولی هر آنچه وصف هزاره باشه منفور است، ولی هر آنچه وصف هزاره باشه منفور است. تمام مردم این غمکده و این فکرند، تمام مردم این غمکده و این فکرند. صدای هرچه هزار و هزاره منفور است، صدای هرچه هزار و هزاره منفور است. دل تو زخمی، دل تو درد زخمی کنه رش.
زخم دردی کنرش بود سینه لب مولا و زرب و میگشتی سینه لب مولا و زرب و میگشتی بابا مزاری بابا مزاری بابا مزاری بابا مزاری بودی کاش که قدیم مردو میگشتی می نقشیدم تو قداسمو میگشتی می نقشیدم تو قداسمو میگشتی شانه شانه تو همچون کو میگشتی بابا مزاری 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 یک تشریح در وصف شهید بزرگوارمون استاد عبدالعلی مزاری به خوانش میگم. از توجه شما عزیزان جهانی سپاس و تشکر. بابا بنازم غیرت و همت بابا بنازم غیرت و همت بابا برای حق و آزادی مردم حسین گونه شهادت بابا حسین گونه شهادت بابا بیا وحدت کنی باب ما گفته رهبری خوب و شایسته ما گفته بخونی خود زی حقی ما دفاع کرد حامی نسلی آینده ما گفته حامی نسلی آینده ما گفته و جز وحدت دیگر چاره نداریم بجز وحدت دیگر چاره نداریم همون پیری کمر بسته مو گفته همون پیری کمر بسته مو گفته حقوق خواستن زی مردم هیچ گناه نیست حقوق خواستن زی مردم هیچ گناه نیست این حرف چند دفعه بلده مو گفته ای حرف چند دفعه بنده مو گفته شهادت بهتر از ذلت دنیا امامی سومی بنده مو گفته امامی سومی بنده مو گفته شهیدی وحدت ملی لقب داد رئیس جمهوری برجسته مو گفته رئیس جمهوری برجسته مو گفته علی دریا دیگر بس کن سخن را کیا هز جیگری سخته مو گفته کیا هز جیگری سخته مو گفته دوستای عزیز می دانید که خودشناسی خداشناسی است
برای اینکه خودمان را بهتر و بیشتر بشناسیم و نگاه به تاریخمان بیندازیم، میبینیم که ما هزاره ها مردمی هستیم که در طول تاریخ ده ها بار نسل کشی و قتل عام را تجربه کردیم. هزاره بودن به یک دشنام اجتماعی تبدیل شده بود و شاهد انواعی از تحقیر، نفرین، قهر، بردگی و استفاده سو در کشور خود بوده ایم. در همچین برهه‌ای از تاریخ، در همچین روزگاری از تاریخ، ما شخصیت های شناخته شده ای داریم که هر بار در مقابل ظلم و ستم استادگی کردند و افتخار ماست. ملا فیض محمد کاتب هزاره با قلم و اندیشه خود، عبدالخالق جوان با خون خود، خانواده و دوستانش، ابراهیم خان گاسوار با قیام خود، شهید علامه بلخی و یارانش با سالها زندانی شدن و زجر کشیدن، و شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری بزرگ با مقاومت ها، فداکاری ها و جانفشانی های به انتهایش در مقابل ظلم جوانمردانه استادگی کردند و هویت سیاسی و اجتماعی فراموش شده ایمان را دوباره احیا کردند. همچنین شیرینی که نماد سرخ از غیور و استقامت ماست که در مقابل ظلم لشکر امیر استادگی کرد و در کوه چهل دختران گلوله لشکر امیر را با سنگ پاسخ دادند. و همچنین زیبای هزاره، گلبیگم قهرمان که نماد از صبر و استقامت به انتهای یک زن است که در مقابل ظلم و ستم استادگی کردند که دل هر انسان را به درد می آورد و نگاه ترحم‌آمیز هر کسی را به خودش جلب می کند.